ماریا کورنیوک خبرنگار یورونیوز در کیف که شاهد درگیری های صبح روز پنجشنبه در میدان مرکزی این شهر بوده مشاهدات خود را این گونه بیان می کند. دود خطرناکی همواره در میدان استقلال کیف در حال برخواستن است. وضعیت پرتنشی بر اینجا حاکم است. خودروهای امدادرسانی بیوقفه در هر دو طرف میدان در حرکتند. ما با مردمی که در مرکز اصلی میدان بودند صحبت کردیم به نظر نمی رسید که ترسیده باشند ولی دائم گریه می کردند ما در نزدیکی هتلی در اطراف میدان استقلال از ده جسد تصویر برداری کردیم شاهدان عینی به ما میگفتند که این افراد به وسیله تکدیراندازها کشته شده بودند زنی به من گفت که شخصا جنازه شش نفر را در نزدیکی چهارراهی که مترو در آن واقع شده دیده البته ما نتوانستیم آنها را ببینیم مردم امیدشان را از دست دادند و میگویند که این کشته ها فقط آنها را در برداشتن گام های محکمتر مصممتر خواهد کرد برخی میگویند مبارزه بدون سلاح باید باشد ولی برخی دیگر هم در حال آماده کردن کوکتل مولوتوف هستند معترضین میگویند که این تکتیر بودند که در خیابان اینستیتوسکا بر روی فعالان تندرو آتش گشودند. دفتر موقت یورونیوز در هتل اوکراین است و ما نمیتوانیم به آنجا برویم زیرا در آنجا تیراندازی می شود.